ضرب سه نقطه علاوه x به توان پی. این عضو تتای x به توان پی علاوه یک. یعنی ما تا nشو گفته بودیم، حالا بگیم این x باشه n2 هم باشه درسته، این مثلا n3 هم باشه درسته، داریم کلی ترش میگیم، لاگ n هم باشه درسته. حالا چرا اینو گفتم؟ به خاطر همین لاگ n. بذارید مثلا من با یه لاگ مثال بزنم، بذارید من لاگیشو مثال بزنم. خب مثال مثلا یه زیگما داشته باشیم، از یک تا لاگ ان. خوبه؟ آی مساوی یک کمالا رفت اونجا، ببخشید اینم آی دو. خب این شاید برای خیلی سخت باشه، شما این نشون بدید به خیلی از مثلا خیلی آدم اصلا نمیتونن حلش کنن. این میشه یک به توان دو علاوه دو به توان دو، به مرتبه شو خیلی نمیتونن بهتون علاوه لاگ ان به توان دو. خب نگه مثلا تا ان میرفت، مگه شما نمیگفتید که این میشه ان سه به توان سه؟ خب حالا مرتبه این میشه لاگ ان به توان سه. دقیقه چی شد؟ پس این مرتبهش میگیم عضو تتای لاگ ان به توان رو توان سه رو میتونم رو n نذارم خلاصه، یا مثلا یه پرانتز دیگه باز کنم اون برسه. حالا بدش کن خلاصه، متوجه شدید چی شد دوستان؟ نه این سه رو پرانتز رو میتونم اینجوری هم بنویسم، لاگ توان سه رو n بنویسم n به توان سه میشه، رو لاگ بنویسم این شکلی باید بنویسم. درست شد؟ خب حالا این که مثلا این چرا مثلا فرق سر جلسه کنکوری یادت رفته که این، حالا یا این یا قاعده کلی ترش، یاد رفته که این برابر اینه، چجوری باید بهش برسی؟ با استفاده از انتگرال. همه این نکات 4 و 5 و 6 و اینها با استفاده از انتگرال اثبات میشه. بیا من انتگرال بهت بگم. بکن مثلا زیگما حدودا همون انتگرال و بالعکس. بذار من اصلا تو بعد مثلا شما یه زیگما که میخواد یه تابعی داری، مثلا تابع حالا مهم هم نیست، مثلا یه تابع اف ایکسی داری یا اف آی داری، این آی باشه نه اف ای باشه دیگه باشه. اول مثلا اگه زیگما میخوای حساب کنی، میای یک میدی میبینی مقدارش چند شد، دیگرگش چند، بعد مینویسی. بعد مثلا میای دو میدی، بعد میبینی تو نقطه دو مقدار چنده، میبینی جمع میزنی با قبلی. زیگما که میخوای حساب کنی، زیگما که میخوای حساب کنی اینطوریه، زیگما اف آی که میخوای حساب کنی، اف آی آی مساوی یک تا مثلا ده مثلا، بعد سه میذاری میبینی تو سه چقدر شد، حساب کن. حالا انتگرال چیه؟ انتگرال اف